توجه، این برنامه شامل گفتارهایی است که ممکن است برای همه سنین مناسب نباشد. در کنار خانم ها احساس امنیت بیشتری می کردم. دوست داشتم دخترها دور و برم باشن و همه دوستام دختر بودن و با اونها راحت بودم و دلم می خواست که دختر باشم و با مردها باشم. برای همین فکر کردم که من یک همجنسگرا هستم، ولی به هیچ کسی چی نگفتم که متوجه شدن من رو به سمت همجنسگرا شدن سوق دادن و منو تشویق کردن که همجنسگرا بودن رو بپذیرم. من افرادی رو در مقابل خودم دیدم که حقیقتاً من رو محبت می‌کردن و در رابطه حقیقی با عیسی مسیح بودن، این رو تشخیص دادم که این یه چیز واقعیه و خدا واقعیت داره. به عشق پاک خوش اومدین. من جاناتان دارتی میزبان شما در برنامه امروز هستم. اگه امروز شما به صدای رسانه ها گوش بدید، خیلی امکانش هست که باور کنید همجنسگرا به این شیوه به دنیا اومدن و نمیتونن تغییر کنن. به شما گفته خواهد شد تجربیات جنسی آزاد بی ضرره و اگه کسی انتخاب میکنه که خود فروش باشه یا مردی زن پوش باشه، این انتخاب خودشه و خیلی تنفر انگیزه که کسی حقانیت و حکمت این انتخاب رو زیر سوال ببره. مهمون امروز درگیر همه این مسائل بوده و با شما حرفایی داره. اسمم دانیل و چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که با مادرم بزرگ شدم، برای اینکه پدرم فقط در یک سال نیم اول زندگیم در کنار من بود و اون مادرم رو کتک میزد و رفتار بسیار سوء استفاده گرانه ای داشت و مادرم خیلی زود از اون رابطه خارج شد و من تا 4 سالگی بدون پدر بزرگ شدم و بعد از اون بود که یواش یواش سر و کله یه ناپدری پیدا شد و اون هم منشهای سوء استفاده گرانه بسیار زیادی داشت و در واقع یک الکلی بود و طبیعتاً احساس امنیت زیادی در کنار اون نداشتم و همینطور که بزرگ می شدم، فکر می کنم بین سن 6 تا 11 سالگیم هر آخر هفته برای ملاقات پدر تنی خودم می رفتم و می دونید هر موقعی که ما اونجا بودیم و دوروبرش بودیم، اون خیلی زیاد به ما توهین می کرد، گاهی وقتا به صورت فیزیکی و خیلی وقتا به صورت احساسی و خیلی با ترس ما رو زیر کنترل خودش داشت و میتونم بگم که همیشه ازش میترسیدم و میتونم بگم در سالهای اولیه زندگیم به مردها اعتماد نداشتم و خب اولین چیزی که میتونه یادم بیاد اینه که 4 سالم بود و در اون زمان من در کنار خانمها احساس امنیت بیشتری میکردم. دوست داشتم دخترها دور و برم باشن و همه دوستام دختر بودن و با اونها راحت بودم و من یک برادر بزرگتر داشتم که دقیقا برعکس من بود. من بیشتر خصوصیات زنونه درونم داشتم و اون بیشتر خصوصیات مردونه داشت و خب میتونم بگم که من در واقع با مقدار زیادی از سردرگمی جنسی بزرگ شدم و میدونید دلم میخواست مثل دخترها باشم و مثل اونها لباس بپوشم و نمیخواستم مثل پسرها باشم و خب من حمایت زیادی نداشتم. من کسی رو نداشتم که بهم کمک کنه که از این وضعیت خارج بشم. من هیچ کسی نداشتم که بهم انگیزه بده و در این مرد بودن کمکم کنه و خب من بیشتر شروع کردم به شبیه زنا شدن و خب هرچی بیشتر بزرگ می شدم بیشتر دلم می خواست که شبیه زنا بشم و خب دیگه خودتون می تونید حدس بزنید که در مدرسه چه اتفاقی برای من می افتاد. بی نهایت مسخره می شدم و خب توسط همسالانم مورد تمسخر قرار می گرفتم و طرد می شدم و خب راهی که من با این موضوع کنار می اومدم این بود که چشمم رو هر حقیقتی می بستم و انکار می کردم. می دونید چشمم رو هر احساس و حقیقتی که وجود داشت می بستم و اون رو انکار می کردم و انگار که هیچ چیزی در زندگی من اتفاق نیفتاده و خب حدود سن 10 سالگی من بود که متوجه شدم مادر من دچار بیماری روانی شده و مادرم در بین سنین 10 تا 18 سالگی من می تونم بگم که بارها و بارها دچار فروپاشی روانی شد که بعد از اون هم ادامه پیدا می کرد و خب این برای من تجربه خیلی آسیب‌زایی بود و کاری که من انجام دادم این بود که دنیای دیگه ای رو خلق کردم تا بتونم با این واقعیت که مادرم دچار بیماری روانی شده کنار بیام و حلش کنم و خب من خیلی در تفکرات خودم زندگی می کردم و دلم می خواست که دختر باشم و با مردها باشم. برای همین
فکر کردم که من یک همجنسگرا هستم، ولی به هیچ کس در این باره هیچ حرفی نزدم، برای اینکه کاملا میترسیدم که به دردسر بیفتم. و خب من در سن 14 سالگی شروع کردم به دنبال مشاوره گشتن و خب البته من قبل از اون هم تحت مشاوره بودم، ولی هیچ وقت این مشاورینی که گفتم در من این اختلال جنسیتی و تمایل به جنس موافقی رو که تجربه می‌کردم رو باهاش روبرو نشده بودن و خب وقتی هم که متوجه شدن من رو به سمت همجنسگرا شدن سوق دادن و منو تشویق کردن که همجنسگرا بودن رو بپذیرم و من رو به یک گروه از همجنسگرایان جوان معرفی کردن و پیوند دادن و خب من اونجا رفتم و فکر میکنم در ترم دوم سال اول دبیرستانم بود که در نهایت زندگی همجنسگرایانه رو پذیرفتم و خب این در دبیرستان اتفاق افتاد و من در اونجا همجنسگرا بودن خودم رو آشکار کردم. دستم مینداختن، ولی نه دیگه خیلی زیاد، برای اینکه خب من دیگه در موردش ساکت نبودم و در نتیجه چیزی برای مخفی کردن نداشتم و از اون به بعد دیگه کاملا رک و بی پرده عمل میکردم و از هیچ کس و هیچ چیزی نمیترسیدم. در واقع وانمود میکردم که نمیترسم، ولی حقیقت این بود که دیوانوار میترسیدم و خب فکر میکردم که هیچ امیدی خارج از این سبک زندگی وجود نداره و من باید این سبک زندگی رو بپذیرم. میدونید، همیشه فکر میکردم که من تو درد سرم و با این تفکر بزرگ شدم که این دلیلیه که اتفاقات رخ میدن، این که مادرم مریض شد و دلیل این که پدرم ما رو ترک کرد و از من سوء استفاده جنسی شد و من همیشه فکر میکردم که من مقصرم و قراره باز هم تو درد سر بیفتم و فکر کردم اگر قراره همیشه تو درد سر باشم پس بی خیال اون کاریو میکنم که دلم میخواد و بی خیال بقیه یه جورایی زندگیمو میکنم و فقط اجازه میدم که اتفاق بیفته. سوء استفاده جنسی از من میتونم بگم که 5 یا 6 سالم بود که شروع شد و این توسط یکی از اعضای خانواده اتفاق افتاد. من هیچ وقت درباره‌اش چیزی به کسی نگفتم، ولی اصلا خیلی کم اتفاق افتاد و این توسط همسالانم که از من بزرگتر بودن شروع شد و خب این برای من اتفاق افتاد و من نمیدونستم باید چی کار کنم و فکر میکردم کاملا طبیعیه و خب نمیدونستم که چی باید بگم، برای اینکه نمیخواستم دوباره تو دردسر بیفتم، برای اینکه فکر میکردم من دلیلشم که اتفاقا میفتن. من کاملا داغون شده بودم، ولی جوری بزرگ شدم و رفتار میکردم که انگار نه انگار هیچ اتفاقی افتاده و در مواجهه با پسرهای دیگه، میدونید، به عنوان یک پسر جوان جوری رفتار میکردم که انگار نه انگار اتفاقی افتاده، برای اینکه خیلی خجالت آور بود و اینو نمیخواستم، واقعا این رو نمیخواستم، کما اینکه تمایل به جنس موافق رو هم به هیچ عنوان نمیخواستم. میدونید این خیلی شرم آور بود، برای اینکه احساسی رو که داشتم دوست نداشتم، احساس میکردم که کثیف و آلودم و از من سوء استفاده شده. اگه شما فردی هستید که مشکلات جنسی دارید و یا فردی هستید که چنین شخصی رو دوست داره و یا رهبری که در جستجوی منابع مفید هستید، برنامه‌های تلویزیونی عشق پاک تازه شروع کمکیه که ما میتونیم انجام بدیم. وبسایت اصلی خدمت ما purepassion.us، جایی که میتونید 180 ویدیو که همگی به صورت موضوعی برای دسترسی راحت‌تر دسته‌بندی شدن بیابید و همینطور ما فایل‌های صوتی از تمام کنفرانس هامون با شرکت بهترین معلمین در زمینه مشکلات جنسی داریم. همینطور مقالاتی با موضوعات متنوع مرتبط با گناهان و مشکلات جنسی. ویدئویی رو ببینید که داستانی رو که پشت تشکیل سازمان خدمتی ماست رو بیان میکنه که شامل زندگی نمایشنامه گونه بنیانگذار ما دیوید کارل فاستره. خبرنامه ماهیانه ما رو بخونید. همینطور ما لینک هایی به صفحات فیسبوک و توییتر هم داریم. همونطور که لینک هایی به نرم افزارهای رایگان تحت اندروید و آیفونمون داریم. صدها ویدیو و فایل صوتی، مقالات و منابع ارزشمند بسیار زیادی درست زیر سرانگشتان شماست که همگی کاملا رایگان هستن. فقط به سایت ما مراجعه کنید. در سالهای نوجوانیم فکر میکردم که مجازم کارهای متفاوتی انجام بدم. فکر میکردم که مجازم رابطه جنسی آزاد داشته باشم و به خاطر همین شروع کردم به برقراری رابطه. و من در تگزاس زندگی میکردم، من در جنوب تگزاس و نزدیک به مرز کشور مکزیک زندگی میکردم و کاری که در اونجا میشد انجام داد رفتن به مکزیک و نوشیدن مشروبات الکلی بود. رفتن به مشروب فروشی ها، جایی که نوشیدن زیر سن قانونی زیاد بود. حتی در شهری که من توی زندگی میکردم هم یه بار مخصوص همجنسگراها بود که منو باهاش در سن 15 سالگی آشنا کردن.
و به هم اجازه داده شده بود که به اونجا وارد بشم. مسلماً اونا میدونستن که من 18 سالم نیست. برای اینکه خب قیافه من شبیه یک نوجوان بود. معلوم بود بزرگسال نیستم. منظورم اینه که صاحب بار اینو خب میدونست. ولی به نوجوانهایی مثل ما اجازه میداد به بار وارد بشیم. چه مذکر و چه مؤنث. برای اینکه این خیلی به جلب مشتری اونها کمک میکرد. و خب تا سالهای بعد که بزرگتر شدم و در حقیقت نجات رو یافتم، متوجه نشده بودم که او خدای من از من داشته سوء استفاده می شده. برای اینکه مردایی که من باهاشون بودم در واقع مردان بزرگسال و بالغی بودن و من هنوز 15، 16 یا 17 ساله بودم. و خب در حدود سن 17 و نیم سالگی شروع کردم به لباس پوشیدن به سبک زنها و خب می خواستم که یک زن باشم. و خب می دونید با خودم فکر کردم و گفتم من قراره با این رویای زن بودن و دختر بودن زندگی کنم، پس بالاخره انجامش دادم. میدونید من در واقع وقتی که به بارها میرفتم با دیدن این زن پوش ها و مبدل پوش ها بزرگ شده بودم و اونها رو دیده بودم. میدونید اونها به این شیوه لباس میپوشیدن و نمایش میدادن و من اونها رو تماشا میکردم و میگفتم من یه روزی بالاخره مثل اونها میشم و یه روزی بالاخره مثل اونها لباس خواهم پوشید. و دنبالش رو گرفتم و در سن 18 سالگی با مسابقه دادن شروع کردم و بعدش در سن 19 سالگی شروع کردم به رقابت کردن به صورت حرفه‌ای در این مسابقات و اینجوری تونستم که به یک مسابقه حرفه‌ای در تگزاس راه پیدا کنم برای قسمت زنپوشی و مبدل پوشی. این مراسم به میسکی پجنت تگزاس معروف بود و خب من در اونجا اجرا کردم. ولی یادم میاد که اونجا نشسته بودم، در اون مراسم نشسته بودم و با خودم میگفتم من چرا اینجام و این زندگی برای چیه. و میدونید در واقع میتونم بگم همه این چیزها بود ولی شادی نبود. میدونید در واقع هیچ شادی در زندگیم نبود، هیچ پاسخی برای سوالهایی که میپرسیدم نبود و نمیدونستم کی هستم. و خب یه سفر درونی رو شروع کردم تا بفهمم که خب خدایا اگر تو نمیخوای که من اینجا باشم و این کارا رو انجام بدم، لازمه که بهم نشون بدی که چه کاری میخوای انجام بدم. یادم میاد که در سال اول دبیرستان به گروه جوانان میرفتم و در اونجا با مواد آشنا شدم، با مصرف مواد مخدر آشنا شدم و حتی با ایده خودکشی و حتی یک بار هم اقدام به خودکشی کردم. یادم میاد که 16 سالم بود و ما یه همسایه‌ای داشتیم که اون خانم به مسیح ایمان داشت و به من گفت که خدا یک روز به قلبش گذاشته که بیاد به دنبال من. اون گفت خدا با قلبش صحبت کرده که بیاد اینور خیابون و در خونه من رو بزنه و من رو برای یک شنبه به کلیسا دعوت کنه. اون گفت که یه جر و بحثی با خدا داشته، مثل این که میدونی الان داریم راجع به کی حرف میزنیم؟ میدونی اون کیه؟ میدونی الان داریم راجع به چه کسی با هم دیگه حرف میزنیم؟ نه. و اون گفت که یه جر و بحثی با خدا داشته مثل این و در آخر هم متقاعد شد و به این ور خیابون اومد. و خب من وارد اون اتاق شدم و همه ترسیدن، همه نوجوانا از اتاق در رفتن و خب حقم داشتن، برای اینکه من اون روز یه پانچو پوشیده بودم، یه پانچه رنگی رنگی پوشیده بودم با یه کفش لژ بلند و یه شلوار دمپا گشاده. میدونید میخوام بگم که خیلی مسخره بود، ولی خب من در اون روز چیزی رو که واقعا در اون زمان بودم رو بهشون ارائه دادم. من چیزی جز اون نداشتم که به اونها ارائه بدم. و خب یادم میاد که من اون روز اونجا نشسته بودم و فقط گوش میدادم که مسیح چجوری بوده. و خوب یادم میاد که اون روز یه خانمی موعظه میکرد که اون خانم واعظ گروه جوانان بود و میتونم بگم که موعظه‌اش مثل طوفان بود. موعظه اون خانم درباره عشق و محبت خدا بود و اینکه خدا چطور میخواد که به زندگی انسانها بیاد و اونها رو از مسائلی که درگیرش هستن نجات بده. و اون خانم برای من دعا کرد و یادم میاد که از مردهایی خواست که برای من دعا کنن. و خب من هم اجازه دادم، برای اینکه نمیدونستم دیگه چی کار باید بکنم. و خب میدونید من از مردهایی که تو زندگیم بودن یا به طور کلی از مردها میخواستم که من رو بپذیرن. و وقتی که اون مردها این کار رو برای من انجام دادن تا فقط من رو محبت کنن و برام دعا کنن، میدونید خدا به هم نشون داد، با هم حرف زد، هرچی اسمشه. میدونید من خیلی با اون احساس خوشبختی کردم، برای اینکه این یک نوعی از ارتباط با جنس مذکر بود و برای من این موضوع خیلی معنی داشت. این برای من خیلی خیلی پرمعنا بود. ولی خب من نمیخواستم که عوض بشم، برای اینکه من فکر میکردم که من یه همجنسگرا هستم و نمیتونم کاری بکنم.
و خب من در اون زمان 16 سال و نیمم بود و این همینطور ادامه داشت تا من در سن 20 سالگی زندگیم رو به مسیح دادم. ولی وقتی در سن 19 سالگی تو اون مسابقه نشسته بودم، میدونستم، برای اینکه دعا کرده بودم و از خدا خواسته بودم که به قلب من بیاد و زندگی من رو تو دستای خودش بگیره، ازش خواسته بودم بهم نشون بده، ازش خواسته بودم که من رو تغییر بده. نمیدونستم که چطور، برای اینکه من ابزارش رو نداشتم. و خب من به سمت خدا التماس کردم، برای اینکه در اون موقع بهش معرفی شده بودم و میتونم بگم که به نوعی اون رو تجربه کرده بودم، اما اون رو در شرایطی که قلبم برای تغییر آماده باشه هرگز تجربه نکرده بودم، اون رو به این شکل تجربه نکرده بودم. میدونستم که اون تنها امیدیه که من دارم. میدونید، فکر میکنم من باید به یه تقاطع میرسیدم، جایی که دیگه احساس کنم من به آخر خط رسیدم، جایی که احساس بیارزشی میکردم و بعد این سال رو از خودم میپرسیدم که من به چی امید دارم و اصلا امیدی وجود داره؟ و این دلیلی بود که میدونستم باید به سمت خدا التماس کنم، برای این که میدونستم اگر اون تونسته کسی رو بفرسته تا سراغ من رو بگیره و در خونه من رو بزنه زمانی که میخواستم تمومش کنم و زنده نباشم. میدونید منظورم اینه، میدونستم که اون اونجا بوده و حضور داشته، فقط نمیدونستم که اون منو میخواسته و میخواستم بدونم که اون به اندازه کافی منو دوست داشته تا منو در مسیر خروج از این اختلال پیش ببره، خروج از این درد، دردی که احساس میکردم، و حتی خروج از چیزهایی که برای مدت طولانی باورشون کرده بودم، چیزهایی که دروغ بودن، همشون دروغ بودن. و خب البته من نمیدونستم که اونها دروغ بودن، من فکر میکردم همه اونها حقیقته. میدونید این حقیقت که بهم گفته شده بود که تو یک همجنسگرایی، تو یه همجنسگرایی، تو شبیه یکی از اون دخترها هستی، پس شبیه یکی از اون دخترها باش. و من شروع کردم به فکر کردن که نه، من هنوز یه مردم و من باید این رو بپذیرم. و شروع کردم به دیدن افراد زیادی که تو زندگیم بودن، میدونید، مثل دوستام، دوستایی که داشتم، دوستایی که تو زندگیم بودن، دوستایی که هنوز مشغول زندگی همجنسگرایانه بودن، میدونید، دوستایی که ایدز داشتن، اونهایی که داشتن میمردن، اونهایی که مرد ضرب و شتم واقع شده بودن و اونهایی که در گوشه رها شده بودن تا بمیرن، اونهایی که به خاطر نفرت کشته شده بودن، بعضیشون مرده بودن. و یادم میاد که با خودم فکر کردم که من دارم با زندگیم چی کار میکنم. میدونید من نمیخوام بمیرم، من نمیخوام از ایدز بمیرم، من نمیخوام مرد ضرب و شتم واقع بشم تا بمیرم، نمیخوام، نه واقعا نمیخوام به خاطر همجنسگرا بودم بمیرم، نه واقعا اینو نمیخوام. و خب بعد با یه مردی ملاقات کردم، میدونید، با یه مردی ملاقات کردم و بعد با یه گروه از مسیحای پس رفته زندگی کردم، برای اینکه به مکانی برای زندگی احتیاج داشتم. و بعد فهمیدم که اونجا خونه یه عده از مسیحیای پس رفته بوده. و خب یه روز یکی از اونها میخواست به کلیسا برگرده و به من گفتش که تو هم با من بیا. و خب منم باهاش رفتم و یادم میاد که به مسیح دعا کردم و ازش خواستم اگر واقعا نمیخوای که من همجنسگرا باشم، اگر اینقدر بده که من همجنسگرا باشم، پس نیاز دارم که تو به من این رو نشون بدی و تو به من این رو آشکار کنی. و خب وقتی که شروع به کلیسا رفتن کردم، تمام افرادی که در کلیسا بودن شروع کردن به نشون دادن محبت خداوند به من. میدونید با دعوت کردن من به خونه هاشون برای شام، با صحبت کردن با من، و اونها هیچ وقت نخواستن من رو به خاطر سبک زندگیم شرمنده کنن. میدونید وقتی پای کلام خدا به میون میومد و نظر خدا درباره سبک زندگی من موضع خودشون رو حفظ میکردن، به طور کلی در مورد گناه، نه اینکه تو در سبک زندگی همجنسگرایانه هستی، بلکه به طور کلی درباره گناه صحبت میکردن. میدونید اگر دروغ بگی پس تو گناهکاری و طبیعتاً قادر خواهی بود که هر کاری انجام بدی و خدا میخواد که در زندگی تو جواب باشه، خدا میخواد که زندگی تو باشه. میدونید وقتی که من افرادی رو در مقابل خودم دیدم که حقیقتا من رو محبت میکردن و در رابطه حقیقی با عیسی مسیح بودن، این رو تشخیص دادم که این یه چیز واقعیه و خدا واقعیت داره و خدا قدرت داره که افراد رو از اعتیادهاشون رهایی بده. برای اینکه افرادی رو دیدم که
اونها زندگی هاشون رو برای من تعریف کردن و اینکه خدا چطور رهاییشون داده و خب اگر خدا تونسته این کار رو برای تو انجام بده خب منم میخوامش و خب من میتونم بگم که من به این اعتقاد رسیده بودم که عیسی مسیح تنها راه و تنها امید منه و خب اون شروع کرد به من نشون داد که من لیاقت دوست داشته شدن رو دارم و اینکه من مال اونم و به اون تعلق دارم و اون اونجا حضور داشته و همه چیزو دیده و اینکه دیگه زندگی چیزی بیشتر از منه و زندگی چیزی فراتر از اونیه که من ساخته بودم و چیزی فراتر از اون بود که من به تصویر کشیده بودم و زندگی که تلاش میکردم بسازم تا دردهایی که در زندگی من به خاطر مشکلاتی که داشتم به وجود اومده بود رو تسکین بده و در حقیقت خدا هدفی برای زندگی من داشت که چیزی فراتر از زندگی کردن برای خودم بود و این بود که از این به بعد برای خداوند زندگی کنم و اینکه خب تمرکزتو بر دیگران بگذار و بر اینکه خدا میخواد بر زمین چیکار کنه و حقیقت این بود که اون میتونست از من استفاده کنه اگر فقط من زندگیمو بهش میدادم و تسلیم اراده اون میشدم و به پای صلیبش میومدم و زندگیمو به اون میدادم. خوب یادمه که یادمه که اول دسامبر 2002 بود. اون روزو خیلی خوب یادمه، به وضوح مثل روز. به جلسه وارد شدم و هیچ چیز خاصی درباره جلسه نبود، میدونید هیچ تعلیم به خصوص و عالی نبود و یادمه که فردی که موعظه میکرد در انتها گفت اگر شما خب قطعا که اون جمعیت رو به نجات دعوت کرد و خب من فکر میکردم که قبلا این کارو کردم و مسیح رو به قلبم دعوت کردم و دیگه نیازی به این کار خب نخواهم داشت، ولی خب قطعا که داشتم، برای اینکه من مثل یک مسیحی زندگی نمیکردم و نجات رو نداشتم، ولی فکر میکردم که دارم، برای اینکه دعا کرده بودم و میدونید هنوز همون زندگی دیوانوار رو داشتم، هنوز در بارها بودم و هنوز روابط جنسی بی قیدمو داشتم و تشخیص دادم که خدا میخواد به اون محدودها وارد بشه و من از اونها نجات بده و تشخیص دادم که خیلی خوب من میتونم از اینها آزاد بشم و خب من با خودم گفتم که من قبلا دعاهامو کردم و دیگه نیازی بهش ندارم و اون واعظ گفت که اگر کسی میخواد که خدا باهاش صحبت کنه و قلبشو دریابه همین الان بیاد جلو و خب من رفتم. آیا می دونید افرادی که با مشکلات جنسی دست به گریبانند معمولاً بیش از یک مشکل دارند؟ به عنوان مثال معتادین جنسی یا قربانیان سوء استفاده ها و بسیاری از همجنسگرایان درگیر مشکلاتی مثل هرزنگاری یا خودارضایی هستند. به خاطر این دلایل دیوید کایل فاستر کتابی نوشته که همه جنبه های مشکلات جنسی رو پوشش میده. نام این کتاب شفای جنسیه که یک روش کتاب مقدسی برای غلبه و رهایی از بستگی ها و گناهان جنسی رو مطرح میکنه. شما می تونید این کتاب رو از سایت purepassion.us دریافت کنید. همجنسگرایی و سایر مشکلات جنسی تبدیل به یک بیماری همه‌گیر در دنیای امروز ما شده. یکی از منابعی که به طور فوق‌العاده ماهیت چیزی که باعث شفا گرفتن میشه رو آشکار می‌کنه کتاب اندی کومسکیه به نام در جستجوی سلامت جنسی. اندی بنیانگذار سازمان خدمتی دزرت استریم و همینطور مؤلف برنامه آب حیات که اختصاصاً برای شفای همجنسگرایی نوشته شده. ولی مفاهیمی که در این کتاب یافت میشه برای تمامی حوزه‌های جنسی و روابط کاربرد داره. برای دریافت کتاب به سایت ما مراجعه کنید. من یادم میاد که جلو اومدم و مردم شروع کردن به دعا کردن برای من و یادم یکی از مردهایی که برای من دعا میکرد پدر اون واعظی بود که اون شب موعظه میکرد و اون مرد میان سالی بود که شروع کرد به صحبتی که قلب من رو حسابی لمس کرد. میدونید شروع کرد با من صحبت کردن درباره این موضوع که خدا من رو چطور میبینه و اینکه پدر من رو دوست داره و میدونید چیز ساده‌ای بود مثل اینکه اون تو رو دوست داره و فقط به گفتن این جمله ادامه داد که خدا عاشقته و اینکه خدا مراقب توه و تو متعلق به خدا هستی و من شروع به گریه کردم و با خودم گفتم واقعا یه نگاهی به من بنداز، اون منو دوست داره و مگه تو نمیدونی؟ میدونید تو مغز خودم این مکالمه رو داشتم که مگه تو منو نمیشناسی؟ نمیدونی چه کارهایی انجام دادم و اوه خدای من چطور میتونی منو دوست داشته باشی؟ و یادم میاد که برای اولین بار بود که عشق خداوند رو تجربه می‌کردم و حضوری که الان می‌دونم حضور روح القدس بوده رو در اون روز تجربه کردم و می‌دونید من در اون روز با تمام جانم خدا رو تجربه کردم. می‌دونید یادم میاد که
با خودم میگفتم داره چه اتفاقی میفته؟ میدونید مثل این بود که خداوند در من جا گرفت. اون مرد با من صحبت میکرد و من گریه میکردم. میدونید از گریه منفجر شدم و جوری گریه میکردم که انگار میدونید هیچ وقت تو زندگیم اونجوری گریه نکرده بودم و میدونید فقط یادم میاد که در اون روز محبت خداوند رو تجربه کردم و آگاهی از این که یه چیزی داره درون من اتفاق میفته و اینکه در نهایت خداوند به زندگی من اومد و فقط یادم میاد با صدای بلند این رو میگفتم که باشه تسلیم میشم خدایا تسلیم تو میشم تسلیم میشم و روی زانوهام افتادم و حتی یادم میاد که اون مرد رو بغلش کردم. نمیدونم حتی اون مرد دلش میخواست که من بغلش کنم یا نه، ولی من خودم رو بهش رسوندم و اونو تو آغوش خودم گرفتم و برای حدود 15 دقیقه روشونه‌هاش گریه کردم. و یادم میاد که افراد زیاد دیگه ای هم بودن که برای من دعا میکردن. اونجا یه مادری بود که برای من دعا میکرد و من یادم اون جلو مشغول پرستش خداوند بودم، برای اینکه میدونستم خدا داره با قلب من صحبت میکنه. و بعد به سوال من جواب داد، بله من میتونم تو رو نجات بدم. و گفت تو برای همجنسگرا بودن ساخته نشدی، تو برای این ساخته نشدی که تمام اون کارهایی رو که انجام میدادی انجام بدی، تو برای زن بودن ساخته نشدی، تو برای این ساخته نشدی که لباس زنونه بپوشی، نه تو برای اینا ساخته نشدی. و اما من همه اینها رو در حین محبت واقعی خداوند بود که داشتم تجربه میکردم. میدونید اون کسی نبود که منو مجبور به اجرای فرامین کتاب مقدس کنه و یا به من فرمان بده که تغییر کنم، بلکه همه اینها به خاطر این بود که حضور اون رو تجربه کردم، به خاطر این بود که اون خداوند در اون روز با قلب من صحبت کرد، خداوند در اون روز با من حرف زد. و به وسیله افراد و به عنوان کسی که در اون روز در حضور خداوند ایستاده بودم فهمیدم که عشقش خیلی واقعیه. و خب خیلی آشکار بود که من در گناه هستم و خب خیلی واضح بود که من در گناه هستم و خیلی خوب میدونستم که بهش نیاز دارم و اصلا لازم نبود از اینکه بهش نیاز دارم احساس بدی کنم یا شرمنده باشم. میدونید یادم میاد که هر زمان که در اطراف پدرم پدر تنیم بودیم به نظر براش یه بار اضافه میومدیم، ما براش یه بار اضافه بودیم. خب برای اینکه مجبور بود برای ما بچه ها خرجی بفرسته و اون دیوانوار کار میکرد، اون با عنوان یه راننده کامیون همیشه دیوانوار کار میکرد و خب من همیشه این احساس رو داشتم که مسئول درد و رنج اون و اینکه اون زیاد از حد کار میکنه منم، برای اینکه مجبور بود ما رو حمایت کنه. و وقتی که عشق و محبت پدر رو تجربه کردم به اون شکل در اول دسامبر 2002 تجربه کردم، میدونید زندگی من کاملا عوض شد و من فهمیدم که اضافی نیستم و خداوند منو خلق کرده تا برای جلال خودش به کار بگیره.